به الهیات مسیحی نیاز نداره، الان به یک همدرد نیاز داره. فکر میکرد این طبیعی، این حق منه که من زندگی آرامی داشته باشم. زنم، زندگیم، بچه هام، همه از بین رفت. من زمانی به مسیح ایمان آوردم که واقعا مثل ایوب در تاریک ترین لحظات زندگیم بودم. نمیتونیم بگیم که مشیت الهی از قبل انجام شده، تمام شده و دیگه هیچ راه حلی برای اون نیست. چرا؟ صرفا همه چی گردن خدا نیست، گاهن همه چی هم گردن ما نیست. آیا فقط مشیت الهی خدا سرنوشت ما رو رقم میزنه یا عوامل دیگه ای هم وجود داره در این؟ خدا که میدونست این به ضرر من تمام میشه. میتونید به ما پیغام بدید، تیم ما، خادمین ما هستن در این قسمت شما رو پشتیبانی میکنن. سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که حال همه خوب باشه. ما امروز قسمت دوم سلسله برنامه ها در مورد چرا درد و رنج رو میخوایم ادامه بدیم. برادر گویک. بله سیلوا جان، منم سلام میگم خدمت همه بینندگان عزیز و خوشحال هستم که این فرصت رو داریم در مورد یکی از مهمترین و شاید بحث برانگیزترین موضوعاتی که در دنیا وجود داره، چرا درد و رنج، صحبت بکنیم. امیدوارم که بینندگان ما جلسه اول رو دیده باشن، باعث برکتشون شده باشه و با ما در این سری درس ها باشن و برکت بگیرن و اگر درد و رنجی هم دارید به نام عیسی مسیح خداوند که بتونید از این درد و رنج ها آزاد بشید. آمین. و میتونید عزیزان در یوتیوب برنامه های ما رو دنبال کنید و زیر اکران هم شماره تلفن هایی داده میشه که اگر سوالاتی برای شما پیش میاد ما با دل و جان منتظر هستیم به سوالات شما جواب بدیم. خب برادر گویک، بین همه چالش هایی که در دنیای امروز در مورد مسیحیت مطرح میشه، احتمالاً توضیح مسئله رنج سخت‌ترین چالشه و اینکه مردم میگن چرا اگر میگین خدا محبته چرا اجازه میده رنج و مصیبت در دنیا دیده بشه، چرا مردم باید رنج بکشن. این مسئله برای کسانی که رنج و درد زیادی رو تحمل کردن بیشتر به یه موضوع فلسفی تبدیل شده نه یه موضوع شخصی و احساسی. پس کتاب مقدس در این مورد چی میگه؟ آیا کتاب مقدس نمونه هایی از رنج و مصیبت در کتاب مقدس هست که ما رو آشناتر بکنه و برای ما بیان کنه که ما چطور باید راهنمایی بشیم و کنار بیاییم با این مسائل؟ خب اول من فکر میکنم که خوبه در همین جلسه دوباره یه مقدار در مورد رنجی که وجود داره صحبت بکنیم. حتما مواردی از کلام خدا هست که میتونه به ما کمک بکنه، ولی شاید به دلیل وقت نتونیم نرسیم در این جلسه بتونیم در مورد صحبت بکنیم. ولی اگر یادتون باشه در جلسه قبل در مورد ایوب کمی با هم صحبت کردیم که چرا درد، چرا رنج، چرا این همه مشکلات وجود داشت. اگر زندگی رو ایوب رو نگاه کنیم، زندگی خیلی خوبی داشت، ثروتمند بود، خیلی همه چیز داشت در حقیقت، همه چی، هیچ چیز کم و کس نبود نداشت. زندگیش و جالب اینجاست که به خاطر بحثی که بین خدا و شیطان در واقع پیش میاد، شیطان میره میگه به خاطر برکتی که تو داری به ایوب میدی اون موتی تو هستش. نه حالا الان واقعا زمان این نیستش که چطور شد، چرا خدا اجازه داد شیطان باهاش بحث کنه، چرا وارد این بحث شد، چرا خداوند اصلا این اجازه رو به شیطان داد بیاد، آیا رفت به حضورش نرفت. نمیخوایم به این مسائل برسیم چون واقعا این موضوع رو بررسی نمی کنیم. ولی ایوب اصلا نفهمید چه اتفاقی افتاده، یعنی اصلا متوجه نشد دلیل درد و رنجش به خاطر یه جورایی بحثی بوده که بین شیطان و خدا رخ داد، اصلا نفهمید و دنبال این هم نبود. تو تمام اون ایام دردی که داشت میکشید دنبال این نبود که بفهمه آیا خدایا تو با شیطان سر من صحبت کردی که ایوب به من وفادار، اصلا نمیدونست داستان چیه. میخوام این نکته رو بگم،
ما وقتی در درد و رنج میافتیم، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه چرا؟ بله بله، واقعا همینطوره. چرا من؟ چرا من؟ ایوب چرا برای من داره این اتفاقات میفته؟ من که وضعم خوبه، من که خدا ترسم، برای بچه‌ام قربانی میکنم، برای گناهان بچه‌ام قربانی میکنم، سعی میکنم زندگی خداپسندانه ای داشته باشم. خیلی‌ها امروز سیلوا جان در تمام دنیا هستن که زندگی خداپسندانه ای دارن. بله، میگن ما به فقرا کمک میکنیم، به مستمندان میرسیم، دهیه‌مون رو میدیم، در کلیسا آدم‌های خوبی هستیم، در اجتماع انسان خوبی هستیم، به همه کمک میکنیم. چرا باید فرزند من بیمار بشه؟ نه؟ پس چرا؟ این سوال آشناست. بله. اینطور نیستش که امروز باش روبرو بشیم. هزاران سال قبل هم ما چنین داستانی رو داریم و اینو نوشته نشده که ما صرفا داستانی رو بخونیم ازش عبور کنیم، بلکه درس عبرت بگیریم. پس میخوام اینو بگم، ایوب حتی نمیدونست داره برای چی داره این درد و رنج رو تحمل میکنه. یه هدفهایی رو اگر دنبال میکرد اون اهدافش هم نمیدونست. چرا من دارم این درد و رنج رو تحمل میکنم؟ ولی ما همیشه دنبال این هستیم چرا این چرایی درد و رنج رو بخوایم تحمل بکنیم، که البته تو جلسه قبل خیلی مفصل به این موضوع اشاره کردیم. وقتی خدا رو ملاقات کرد، بله، تمام چراهایی که داشت فرو ریخت، دیگه اصلا دنبال این چراها نرفت. خیلی ایوب خیلی کتاب زیبایی است و من خیلی برکت میگیرم، ولی نمونه های دیگه هم در کلام خدا هست. بله. فقط ایوب نیست که بگیم بله ایوب و تمام. بله. مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، یوسف یه نمونه ای هستش که پر از درد و بله. رنج زندگی از همون بچگی، در صورتی که عزیز پدر بوده. الان من خود من الان سوال میکنم، خدا چرا یوسف کاری نکرده بود؟ فقط اومد گفت بابا من این خواب رو دیدم. برادران عزیزم من این خواب ها رو دیدم. کار بدی نکرد، خواب دیده بود. بله. به خاطر دیدن خواب برادرها چه بلایی سرش آوردن. گرفتنش، اول انداختنش توی چاه، بعد از توی چاه در آوردنش، بعد فروختنش. ببینید این اوج درد و رنجه که خانواده من رو بفروشن، من رو طرد بکنن. شاید امروز بله فروش به اون شکل قدیم مرسوم نیست، بردهداری بله. نیست، ولی همین که ما رو طرد میکنن، بله. یعنی یه نوع فروختن، بله. یعنی که از ما آزاد شدن. خیلی ها هستن از طرد شدن دارن آزار میبینن، بله. رنج میبینن. و شما مخصوصا شما که توی این قسمت من میدونم ید طولایی دارید، خیلی در قسمت پیگیری بودید، مطمئنم با خیلی ها روبرو شدید که بله. به شما زنگ زدن، گریه کردن، پدرم من رو طرد کرده، بله. مادرم من رو طرد کرده، من رو به خاطر ایمان مسیح از خونه بیرون کردن، بله. پس بله. هست، بله، دقیقاً. حتی اگر یوسف 17 ساله بوده که این اتفاق براش میفته، واقعا عزیزانی که در سنین بالا ما فکر میکنیم که خب پدر مادرهای سنین بالا خیلی مراقب بیشتر بچه هاشون هستن چون به بچه ها نیاز دارن. واقعا خواهری همین چند روز قبل میگفت من دارم از خانواده پدر و مادرم نگهداری میکنم، ولی همیشه مورد غضب، توهین و ناراحتی خانواده هستم. من هیچ کار دیگه به جز محبت و رسیدگی به اونا ندارم، ولی همیشه مورد توهین و افترا و درد هستم. چرا؟ چرا خداوند به دعاهای من جواب نمیده؟ خواهر ایمانداری است. فقط به خاطر ایمانش اینطوری تردش میتونه یکی از دلایل به خاطر ایمانش باشه، چون میگفت من به خاطر عیسی مسیح سعی میکنم جواب ندم. اگر از من کار خاصی میخوان، من اگر هر چقدر سخت و مشکل باشه من انجام میدم. و این خواهر واقعا با تمام دل و جان در خانوادش داره خدمت میکنه، با شناختی که من از این خواهر دارم، ولی همچنان زیر درد و زیر ناراحتی و شکنجه روحی خانواده است. درسته؟ پذیرفته شده نیست و این یکی از بدترین دردها هستش. یوسف هم این وضعیت رو داشت، پذیرفته شده نبود با اینکه کار بدی نکرده، بله. او رو فرستادن. خیلی جالبه، ما میتونیم در درد و رنج باشیم ولی خدا کنار ما باشه، میتونیم در بهترین جاهای دنیا باشیم
در کاخها باشیم بله. ولی خدا کنار ما نباشه. بله. بله. یوسف این امتیاز رو داشت. رفت به مصر، شد عزیز فرعون، عزیز حداقل اون دربار شد. دربار شد. بله. بعد اتفاقی که افتاد، محکوم به زناش کردن. بله. متهم شد با وجود بیگناهیش و او هیچ گناهی مرتکب نشده بود، به او تهمت و افترا زدن که آره شما خواستید زنا کنید. بله. دوباره تا اومدیه خورده همه چی خوب بشه، انداختنش دوباره زندان. عذرخواهی میکنم، در زندان هم خدا با او بود. بله. ببینید در اون سیاه چال شاید میگیم چرا درد و رنج، ولی خدا با توه. در اونجا خدا کنار تو هستش. شاید در کلام خدا چنین چیزی ننوشته شده، ولی مطمئنا یوسف هم سوال میکرد. بله. خدا چرا؟ چرا اینجا؟ بله، حتما سوال کرده. من گناهی مرتکب نشده بودم. من زنایی مرتکب نشده بودم. خادم وفادار فوتیفار بودی. چرا این اتفاق برای من افتاد؟ و امروز بعد از زندان من سر در بیارم. ولی در کتاب مقدس در رومیان فصل 8 آیه 28 میگه به کسانی که رنج و مصیبت دارند خداوند دلداری میده و میگه و ما میدانیم که خدا همه چیزها رو برای خیریت کسانی به کار میبره که او را دوست دارند و فراخوانده شدند تا خواست او را انجام بدهد. آمین. یوسف فراخوانده شده بود که خواست خداوند رو انجام بده، ولی راههای خداوند عجیبه. بله بله. یوسف از راههای عبور کرد که اصلا فکرش رو نمی کرد. و جالبه در سیاه چال هم که بود باز هم خدا او رو مورد لطف قرار داد. فرعون خوابهایی دید. باز محبوب بود در همونجا. بله. محبوب زندانبان. بله. بود تا اینکه خدا گفت نه، انگار نمیشه، نباید اینجا بمونه. به فرعون خوابی داد. فرعون خوابی دید و چه کسی باید تعبیر میکرد؟ یوسف. یوسف. پس شاید الان در درد و رنج هستیم، ولی نکته زندگی یوسف در این بود با خدا میموند، ادامه میداد، حرکت میکرد، کنار خدا بود، نااطاعتی نمی کرد. بله. ولی درد و رنج بود. بله. و خدا وقتی نگاه میکنه درد و رنج رو داری عوض میشی، داری تبدیل میشی. بله، ما هم الان شاید در همین شرایط هستیم. ببینید سیلو عزیز، یکی از مهمترین دلایلی که برای اینکه ما ایمان میاریم و بزرگترین اهدافی که خدا در زندگی ما ایماندارا دنبال میکنه رومیان 8:29 هستش. بله. میگه ما فرا خوانده شدیم که به شکل پسر خدا متشکل بشیم، به اون شکل در بیاییم. پس اولین هدف خدا اینه ما ایمان بیاریم. ایمان آوردیم، دومین هدف بزرگ خدا اینه ما به شکل و شباهت عیسی مسیح به عنوان انسان کامل خدای کامل در بیاییم. آسون خیر. یکی از، ببین باز میگم تکرار میکنم، به من خورده نگیرن بینندگان بگن نه شما اینو فتوا دادید، نه، یکی از راههایی که خدا ازش استفاده میکنه تا من بیشتر به شباهت پسرش در بیام درد و رنج. بله. خدا درد و رنج رو نمیده. در جلسات قبل اشاره خواهیم کرد چرا درد و رنج میاد، از کجا میاد، ناشی میشه. بله. نه دلایلش چیه، ولی الان یکی از دلایل اینه خدا استفاده میکنه از درد و رنج تا من بیشتر به شباهت کی، عیسی مسیح خداوند در بیام. و این در تمام طول عمر یک ایماندار میتونه باهاش باشه. بله. چی؟ بله. متشکل شدن به پسر. از یک مشکل بیرون بیای، ممکنه دیگه مشکلات خیلی بزرگی نداشته باشی، ولی اینطور نیست. گاهی اوقات واقعا مشکل بعدی بزرگتر از مشکل اول، و همینطور در این مراحل اگر ما واقعا به خداوند ایمان داریم، اونجا میتونیم که مرحله به مرحله واقعا اون محبت خدا رو بیشتر کشف میکنیم، حضور خدا رو بیشتر احساس میکنیم. سیلوا جان، واقعیت میدونید اینه که ما در هر شرایطی درد و رنج بیاد ما این رو میگیم چرا الان، و مهم نیست کی باشه، چه جور باشه، همیشه ما انسان ها این رو داریم. دو روز دیگه بود من از این عبور میکردم عالی. بله. دو روز بعد دوباره همون،
پس به جای اینکه بگیم چرا من، چرا الان، بگیم خدایا در این درد و رنج من چطور میتونم به شباهت مسیح در بیام، چطور میتونم شخصیتم عوض بشه، چطور میتونم رشد بکنم. نه یوسف هم مطمئنن اینا رو داشت دنبال چرا رو میگفت. بله حتما در سیاهچال. بله. اونجا همه چی عالی نبود، ولی قلب خدا رو هم جستجو میکرد. بله. آیا ما این کار رو انجام میدیم؟ بله. و نمونه دیگه ای که در کلام خداوند به وضوح در موردش خیلی صحبت میشه داوود هست. چقدر داوود محبوب دل خدا بود، ولی چقدر درد و رنج رو تحمل میکنه. مثلا ما مزمور 22 رو وقتی نگاه میکنیم پر از درد و رنج. در وادی سایه موت راه روم، عصا و چوب دستی خدا با من هست. پس این وادی سایه موت. بله، مزمور 23 واقعا 23. باعث چیز شادی خیلی از همه ما میشه. بله. وقتی میخونیم چون وادی سایه مرگ الان درد و رنجی که شاید از عزیزان ما درش هست، همون وادی سایه موته. که داوود هم داشت، ولی داوود به این نکته رسیده بود در وادی سایه موت عصا و چوب دستی خدا با منه و میگه هر آینه که من پیش میرم نیکویی و رحمت خدا هم داره پشت من میاد. انگار من یه قدم از این وادی سایه موت عبور میکنم و اون وادی سایه موت من تبدیل میشه به نیکویی، چون میگه نیکویی خدا با من با من هست. اینو باید ما تجربه کنیم، باید یاد بگیریم. این یکی از همون چالشایی که شما اول جلسه بهش اشاره کردید گفتید، ولی خدا رو شکر در مسیحیت مثل تمام باورهای دیگه فقط در حد چالش نمیمونه. ما راه حلایی داریم، تجربیات علنی. بله. و عینی از افرادی که در کلام خدا واقعا همینطوره هستن. هر لحظه شهادت هایی که واقعا کار خدا رو میبینیم. چیز جالب این که در مزمور 22 میگیم میبینیم که داوود چطور صداشو بلند میکنه. قبل از این که به مزمور 23 برسیم میگه ای خدای من، ای خدای من چرا مرا ترک کردی، چرا دور ایستادی. فکر میکنه خدا ازش خیلی دوره و نالم رو نمیشنوی، چرا به نجات من نمیشتابی. شب و روز من مینالم و آرامی ندارم، اما تو مرا اجابت نمی کنی. و بعد میبینیم در مزمور 23 چطور به وجود خدای پی میبره که او رو از این وادی های سیاه مرگ با نیکویی و واقعا زیبایی عبور میده. زندگی داوود واقعا عجیبه. خدا دعوت میکنه بیاد برای پادشاهی، بعد میبینیم شاول میخواد بکشتش. خدایا تو منو دعوت کردی، شاول دشمنی میکنه. در یه برهه‌ای از زمان پسرش برای شورش میکنه. بله. در یه برهه‌ای از زمان به خاطر زنایی که میکنه پسرش میمیره. بله. آیا اینا درد و رنج هست؟ وادی سایه موت هست؟ و ببین، ولی در تمام اینها دل داوود با خداوند بود. برای همین خدا او رو بلند میکنه، عبور میده. پس مهمه، درد و رنج هست، بله. اگر امروز سراغ من نیامده شاید فردا بیاد، ولی من چطور آماده شدم؟ الان باید در زمانی که همه چی خوبه آماده بشم، چطور شناخت پیدا کنم روی خداوند، خدا رو بشناسم، خدا چطور عمل میکنه، و ایمان داشته باشم به این که در این بیابان تنها نیستم. بله، آمین، آمین. مثل قوم اسرائیل. بله، مثل قوم اسرائیل که خداوند قدم به قدم اونها رو هدایت و رهبری میکرد. تنها نبودن. قومی که شکوه و شکایت میکردن، حتی مثل داوود صداشون رو بلند میکردن یا گوساله میپرستیدن، ولی خداوند با محبتش باز اونها رو هدایت میکرد، چون نقشه داشت. نقشه خداوند نجات قوم بود. بله. این دردها در آخر میبینیم که واقعا در اون قلب خدا رو میبینیم که بخواد فرزندانش نجات پیدا کنن، از تاریکی و مرگ ابدی نجات پیدا کنن. و گاهی اوقات ما فرزندان به ندای خداوند توجه نمی کنیم در طول زندگیمون. خداوند شاید قبل از ایمان من بارها منو صدا کرده بود، من یادم هست، ولی من به صدای خداوند جواب نداده بودم. بله. و باید بیدار میشدم، باید یک طوری خداوند منو بیدار میکرد و من هم قبلش مثل داوود آه و ناله کردم، ولی مزمور 23 زندگی من بود که خداوند تو منو از وادی سیاهی مرگ عبور دادی.
سیلوا جان، در اون مزمور 22 رو که خوندی، وقتی ادامه رو نگاه میکنیم، داوود میگه دستا پاهای مرا سفتند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند، بر لباس من قرعه انداختند. بله، این داوود میفهمید داشت چی میگفت؟ آیا این راز نبود؟ بله، واقعا یک رازه. شاید خداوند به خیلی از سوالات داوود جواب نداده در زندگی طول عمرش، ولی داوود داشت از صحنه ای صحبت میکرد که بعد در عیسی مسیح ما دیدیم، صلیب عیسی مسیح و درد و رنج عیسی مسیح. پس میخوام این نتیجه رو بگیرم از این صحبتت، بعضی مواقع درد و رنج ما پاسخ نداره، درسته؟ شاید یه رازه در آینده مکشوف میشه، شاید برای ما مکشوف بشه، شاید هم اصلا نشه. ولی خدا از ما اعتماد میخواد. بله، اعتماد کنیم. چرا؟ چون اون نیکوست. بله بله، از خدای کتاب مقدس به ما بدی نمیرسه. آمین آمین، در خداوند ما فقط نیکویی هست. و اگر بیا حتی بیایم به شاید عهد عتیق، بگر عهد عتیق بود، در عهد جدید چطور؟ در عهد جدید ما چقدر افراد رو داریم که پر از درد و رنج هستن. زندگی پولس رو وقتی نگاه میکنیم، بله، شکست کشتی شد، سنگسار شد، بردن کشتنش، مارگزید، غرق شد، فرزند وفادار خدا، زمام زندگیشو برای خداوند گذاشته بود، نه؟ مثل ایوب که دوستاش میگفتن تو اینقدر آدم خوبی بودی، پس امروز چرا به این وضع هستی؟ شاید خیلی ها اون زمان به پولس گفتن. بله بله، تو داری تمام زندگی تو وقف خدمت به خداوند کردی، چرا واقعا داره این اتفاق میفته؟ چرا امروز در زندان هستی؟ در اون زندان‌های تاریک و مرگاور که در همون زندان‌ها پولس خداوند و ستایش و پرستش. حالا به این موضوع خواهیم رسید که برای ما ایمانداران واقعا همیشه همه چی خوب نخواهد بود. ما درد و رنج خواهیم داشت، زحمت خواهیم داشت. عیسی مسیح هم به عنوان خداوند ما این تجربه رو کرد. بله. روی صلیب فراموش شد. روی صلیب تنها شد. درد و رنجی که مال من و تو بود و روی خودش گرفت. من همیشه به دوستان، به عزیزانم همیشه اینو میگم، درد و رنج داری؟ میگم بله. میگم این درد و رنجی که ما داریم ذره ای از اون درد و رنجی نمیشه که عیسی مسیح برای ما تحمل کرد. عیسی مسیح همه درد رو گرفت، تمام سنگ ها رو روی خودش گرفت. بعض ما یه سنگ ریز میخوره ما داد و بیداد سر و صدا میکنیم، نه؟ بله. ولی اعتماد کنیم به خداوند، خداوند با ماست، میتونه ما رو کمک بکنه. سیلوا جان، من فکر میکنم کم کم به پایان جلسه داریم میرسیم و طبق اون روالی که همیشه داریم، میخوام ازت درخواست بکنم برای بینندگان ما، شاید رو به این دوربین بینندگانی که دارن ما رو نگاه میکنن و الان در درد و رنج هستید، در سختی هستید، دائما این سوال رو میپرسید چرا برای من، چرا برای بچه من، چرا همسر من باید این اتفاق می افتاد، چرا باید این بلا سر من می اومد، چند وقت پیش زلزله شد، چرا خونه من، و چراهای زیادی که شاید الان درگیر هستید، می خواهیم واقعا برای شما دعا بکنیم که در این سختی ها به جای اینکه جوابتون رو بگیرید، خدای زنده رو ملاقات بکنید. آمین. و اون اینجاست که تمام سوالای شما جواب داده خواهد شد. بله. پس سیرو عزیز، لطفاً برای بینندگان ما دعا کنید که این تجربه رو داشته باشن. شاید دعا کنید که تو، شاید بعضیا بخوان الان توبه کنن. بله. دعا کنیم افراد رو دعوت بکنیم. بله. بله. من بله، خداوند پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم خدای زنده که تو فرزندان تو دوست داری خداوند، و گاهی اوقات خداوند ما فکر میکنیم که این دردها و رنجهایی که عبور میکنیم واقعا شاید تو میبینی و توجهی بهش نداری، ولی خداوند ما در طول کتاب مقدس تو، در کلام تو میبینیم که قلب پدرانت رو میبینیم، محبت پدرانت رو میبینیم خداوند. برای عزیز که امروز میگن خدا کجاست، چرا پس به دردهای من جواب نمیده، خداوند دعا میکنم همونطور که خودت رو بر من آشکار کردی در زمانی که من کاملا خداوند تو رو فراموش کرده بودم و به یاد تو نبودم، ای خداوند محبت خودت رو بر من آشکار کردی، خداوند جلالت رو بر من آشکار کردی، حضور شیرینت باعث عوض شدم و تبدیل همون لحظه زندگی من شد، از دردها و رنج های
من تو برداشتی خداوند و آرامی تو رو خداوند و من چشیدم. به نام قدوس فرزندت عیسی مسیح دعا میکنم. همین حالا کسانی که هنوز خداوند و تو رو اون حضور شیرین تو تجربه نکردن خداوند، میخوام که قلب هاشون رو لمس کنی، واقعا اون روح توبه بیاد خداوند و بدونن که میتونن با توبه به حضور تو بیان، با پاک شدن گناهانشون حضور شیرین تو رو خداوند لمس کنن و این حضور شیرینه که آمین. زندگیشون رو عوض میکنه. به نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. 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 مرسی بینندگان عزیز، شما رو به خدا میسپاریم تا جلسه بعد با ما همراه باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودت رو برای ما بفرستید. اگر احتیاج به کمک دارید لطفاً با شماره‌ای که می‌بینید تماس بگیرید تا بتونیم شما رو کمک کنیم. آمین. بله. خداوند همراه شما باشه. خدا نگهدار. به سویت می‌آیم با پرستش چون تو تنها شایسته ای. امیدوارم این برنامه باعث برکت و بنای شما عزیزان شده باشد. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با شماره تماس 2031-638-98-98-98 و همچنین با ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در ارتباط باشید. همگی شما را به آغوش خداوند ازلی و پرجلال می سپاریم.